Bismillahirrahmanirrahim. Mal yak şirin çiz asta. Bilhassus agar mal ra insan mehnat kada va zahmat ka shida da dista urda basha, shirni az ziyad asta. Baz oqat baz insana mal ra az khod khu kadam ziyadtar dosta. Amzi khatir ki baz ha sawal munan ya itraz munan ki waqti mal ra khod ma da dista urdum خود ما زحمت کشیدم و ملک خود ماسته ما چرا مال خوره ده عنوان خمس در راه خدا بیدم برای دین خدا بیدم نمیدم مال خود از ماسته خود ما کار کردم جواب از این سوال را وقتی ما درست فهمیدی واقعا او وقتا که ما خمس را بسیار با معرفت ادا مونی و او وقت است که ما درست ده اهداف تربیتی خمس میرسی لحظه ای رنگ سوال ها و اعتراض ها برای مو گو چیلنج نیه بلکه برای مو یک خوب را رواز مونه خب من این طرفی جوابی از این سوال ای شخص مگه که مالی خود ماست خود ما کار کدوم ملکی از ماست چرا بیدم خب مو ایر مگه عزیزم درست مال از خود تو است خود تو زحمت کشیده اما یک لحظه فکر کو خود تو ملکی است مالکی است تو کی است این یو چیزی که خمس می خایه مورا متوجه کنه و همزی خاطر است که اهل بیت مگن و علماء از مو مگن که خمس فقط جنبه فروع دین را نداره یعنی فقط یک عمل نیست بلکه منیزی جنبه های اعتقادی هم وجود دار و هو اینمی عقید است که ما خود ملک خدا استم امی طاقت را که مو که چی کار منی مال دا دستمیری ای طاقت را کی داده مو را خدا داده امی جسم را که مو که از ای جسم سالم خوب موری کار منی ای جسم را مور کی داده ایرم خدا داده کدام زو فکر که مو میشنی برنامه ریزی منی و مال دا دستمیری او فکر رم خدا مور داده روی امزو زمین که مو کار منی این زمین رم خدا خلق کرده و منیزی نظامی که نظامی کائنات که مو کارمونی تمام شی ملکی خدا است وقتی از الیف تا یا تمام شی ملکی خدا است خود ما ملکی خدا استم طاقت و جسم ما هم ملکی خدا است علم و فکر ما هم ملکی خدا است پس او چیزی که ما دادیست میروم او هم تمام شی ملکی خدا است اصلا ما مالک هیچ چی نیستم نه مالک خود خواستم و نه مالک از او مالکی در دست آوردم تمام شی از خدا است این همی او چیزه که عمل خمس و عبادت خمس انسان را میخواه متوجه کنه و در ذریع زی او را تربیت واقعی کنه که تو ملک خدا است اما یه که خدا خب لطف کده که با این که خود تو ملکی خدا است تمامی کائنات ملکی خدا است و هر چیزی که در دست میری کمایی مونی او هم ملکی خدا است خدا لطف کده گفته ایره برای خود خو خرچ کو در ضروریات زندگی خود خو در ضروریات زندگی خانواده خو هر جایی جایزی دیگه خرچ کو ایرما گویا که تو را مالک شی جور کدوم لیکن در ذهن تو باشه ایمان را که تو در دست آورده مالک شطور جور کردم لیکن 20% پسنداز سالانه را تو را مالک شی جور نکدم یعنی از منی مال تو اگر سالانه بچت مند اگر نمند که خوب لازم نیه تو خوم صدا کنی اگر بچت مند سیوینگ مند اگو پسند انداز مند او را هم مال لطف منم 80% چی باز ارتور دادم باز امور برای خود خو خرچ کو نگاه کو اما 20% از او پسنداز و سیوینگ از تو نیه تو مالک شی نی یعنی تا دیگه که ما بگم ما مالک شی از توم نمیدوم عزیزم خمس میخوای میر متوجه کنه که این حصه را خدا تو رستن مالک شی جور نکده تو رو مالک شی رستن قرار نداده لذا اگر او را هم تو پیش خمیلی ای غصب حساب میشه همزی خاطره که خمس کت صدقه فرق داره صدقه ما مالک شی استم میتنم بیدم اگو غریب فقیر را میتنم هم ندم فرق نداره اگر ندم کاری حرام نکدم اما او مالی خمس اصلا ملک ما نیه مثل صدقه نیه که ملک ما باشه مالی خمس اصلا ملک ما نیه
لہذا ما اختیار شیر ندرم و همزی خاطر است که اینجی گوی مرزیش نیا اینجی نمیتن آدم بگم ما مرزی ما نمیدوم تو اصلا مرزی نداری اصلا نو مال تو نیا یا گو آدم تو را مال خوبی دا بگیر دا فلانی بیر سندنو بس تو بگی بگی نا دل ما نمیخوای اور بیدم اینجی تمام اخلا بریس تو خندم نکی بنده خدا و مال تو اصلا نیا تو پیش تامانت بوده مالک چیطور گفته د فلانی بیر سندنو دیگه اینجا استا نزی گبانیه که ما دل ما مرزی ما دل ما نمیخوای خوش ما نمایه این حرفا مطرح نیه اینمی او شبهات فکریه که خمس میخوای حل کنه بای تو همیشه قبول داشته باشی که تو ملک خدا هستی تو که مو گای دا اشتباه گرفتار موشی که اشتباه فکری و عقیدتی تربیتی را هم خمس میخوای بریز مو حل کنم زو باید خمس دادو شما واقعا از روی فکر و معرفت باشه او اشتباه چیه که مو خیال مونی که خدا مو را هر مال را کی داده مو مالک کلی از او هستی او تمام شی از مو است و مرزی مو هر کار کنی نکنی نه عزیزم امی دقیقا اون نکته یه که خمس مگه نه خدا هر چی که تور داده تمام شی از تو نیه خدا قیدم داده گفته 20% پسندازی سالانه اگر در یک سال پسنداز داشتی 20% از او پسنداز ملک تو نیست خدا تو رو مالک از او جور نکده پس انسان باید که این نکته رو در توجه اگر بیله برایش خمسدادو بسیار آسان موشه و اصلا بعد از خمسدادو خدا رو بسیارم شکرگزار موشه از او روی خدا احسان نمونه روی دین احسان نمونه که ما خمسدادو نه تو چی بوده که خمس بودی؟ تو ملک خود خورش نداری تو چیزی که از خدا بوده طبق فرمان خدا ور درای دین داده بس تو که انسان منیزی ای توجه را هم بیله که او چیز را که مو بارال دا عنوان خمس میدی برای ترویج و تقویت دین میدی اوم دوباره دا خود مو برمیگرده این مانند از او تکس است که مو گورمنت را میدی گورمنت برای از مو پولیس جرمونه برای مو فوج جرمونه و اونا مو را پروتکشن میدن از دوزا از دیگه نقصانات امیتر خمس برای دین خرچ موشه خو ازی چی موشه؟ ترویج دین موشه تقویت دین موشه کدمزی بارال طبقی نظر مشتهدین مساجد مدرسه ها یا دیگه فلاحی کارها موشه منی معاشره دینی تربیت موشه وقتی منی یک معاشره آدمای مومین زندگی کد منی یک معاشره ای که غیبت تهمت نباشه منی یک معاشره ای که دوزی و دیگه بدبختی ها فسادها جرایم نباشه خوب تو خوب زندگی مونی تو دا آرامش زندگی مونی تو یک زندگی واقعا با کمال پیدا مونی پس تو خین او 20% را که مو برای دین میدی بازم بازگشت از او دا خود از موستا دا نسل های از موستا و دا فایده تربیتی خود از موستا دیگه فایده ها را هم خمس داره انشالله دا ویدیو های بعدی عرض مونم و لازمی نارا گوش کن و لازمی روی از این نکات فکر کن و لازمی که دیگه هم این نکات را بیان کن دیسکس کن اینها واقعا خیلی مهم است نماز انسان خیلی با کیفیت موشه کلن دینداری و شخصیت انسان خیلی متفاوت موشه که دزی فکر را دزی سیریزی ویدیو کد ما باشین انشاءالله در ویدیو های بعدی دیگه نکات خمس را و مسائل را که شما در رو در کامنتس پرسان مونین انشاءالله جواب شمیدون و کد از ما ضرور ای مدد را کنین که ای ویدیوز را در دیگه برسندنین تا که واقعا مو تربیت خورا کنین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته